با درود حرمت احترام خدمت تمامی مخاطبین هزار ورد و امیدواریم هر کجایی که هستیم خوب و امروز یک مهمان ویژه داریم جناب آقای قاری صاحب ایسان محمدی قاری صاحب خوش آمدین ایشان تحلیلگر سیاسی هستند و که از فعالینی که در حوزه اروپا و افغانستان همیشه فعالیت کرد بسیار خوش آمدین یک سلام علیکم مخاطبین ما داشته باشین بعد سر وقت سوالات تشکر و سلام و شما و از طریق پروگرام شما به تمام هموطان عزیزی که ما شما را می و میشنوند انشاءالله که و صحت باشند ما در خدمت بستم. سلامت باشین قاری صاحب عزیز دو اجلاس پشت و پشت در این روزها در ماه گذشته در سطح اروپا و در سطح آسیا و در سطح جهان به وجود آمد و یک از اینها اجلاس ویانا بود چهارمین اجلاسی که نشستش در وین اتریش بود اجل... اج... کلاس با نشست های قبلی ویانا در چه بود؟ چرا چون شما هم در اون شرکت کرده بودیم و از نزدیک شاهده برگزاری اجلاس بودید؟ قسمی که شما همه دیدین که روند ویانا یا نشست چهارم ویانا نسبت به نشست های گذشته پررنگ بود و از تمام اقوام افغانستان از مذاهب مختلف از احزاب مختلف نماینده هایشان در اونجا اشتراک کردن و همه تاکید بر این داشتن که ما متفقانه و متحدانه در برابر طالبا زیر یک چتر منسجم شویم و مبارزه بکنیم تا ملت ما را و کشور عزیز ما را از این استبداد طالبانی و از این مظالم طالبانی ما نجات بدیم تا باشه که یک کشور آرام و راحت داشته باشیم جبهه مقاومت جبهه آزادی و دیگه احزاب و از برادرای اهل هنود ما از 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 اهل تشیع و اهل تسنن از تمام اقوام افغانستان در اونجا حضور داشتن نسبت به نشست های گذشته بسیار پررنگ بود و و از همه بیشتر ای که همه هم نظر بودن نظریات ما بسیار با هم نزدیک بود و هیچ چیز اختلافی در بین دیده نمی شد همی فرقش بود نسبت به گذشته آیا نقشه راهی که یکی از اهداف ویانا بود روی, گام... روی از او کار شد و خودم گام های عملی رویش برداشته شد به خاطر که گفتم که وقتی ما با آقای رحیمی صحبت کردیم گفتن که چارت تیم تشکیل شده و هنوز هم به صورت آنلاین گروه ها با هم دیگه در ارتباط هستن فکر میکنید این نقشه راه کی تهیه میشه و آیا تضمین وجود داره که بشه او رو دنبال کرد یا خیر بله کوشش میشه تا حد زیاد همو گروه هایی که تشکیل شد لیست ها شاید به دست شما رسیده باشه اسامی اشخاصی که در اونجا اشتراک کرده بودند در لیست ها معلوم است که در گروه امنیتی یا سیاسی که ها هستند در گروه حقوق بشر و در گروه ارتباطات بین ملل, ملل همچنان در گروه اقتصادی و همو کسایی که در لیست هستن اونما وظیفه دارن که سعی کنن تلاش کنن و کوشش بکنن و گام های عملی بردارن و در نشست گذشته هم نقشه راهی که جور شده بود اون نقشه را هم تا حدی اونا مسئولیت خود انجام داده بودن و نسبت در نشست گذشته در این نشست افراد و اشخاص دیگری هم در اینجا همراه ما بودن مثل از همه بیشتر و زیادتر که در اینجا در گذشته نبود و حالی همراه ما اشتراک کردن و سرشان حساب میشه جبهه آزادی است که نمایندیشان در اونجا تا لحظات آخری کنفرانس که به اتمام می رسید همراه ما حضور داشتند و همچنان از احزا تا اونجا حضور داشتن امی گام های عملی است که اونا در گذشته کار کردن و آلی هم انشاءالله بالای امی چار گروهی که در مورد مشخص تشکیل داده شده انشاءالله سور، کار صورت خواهد گرفت و انشاءالله شش ماه بعد نشست دیگری که می داشته باشیم با دورا پر خود اونا به جلسه پیش میکنن انشاءالله ممنون از توضیحات شما آنچه که در مصاحبه ها ما دیدیم یک سری اختلاف نظر ها وجود داشت با اینکه شما میگن نشست پر رنگ بود ولی پر رنگ بود ولی تنوع نظر وجود داشت برخی ها در او صحبت هایی که صحبت میکردن راه حل سیاسی را منطقی میدانستن و برخی ها میگفتن باید وارد عمل شدیم و بیشتر راهکار نظامی میدادن اگر احیانا در نشست دوها خب پنج شرط از طرف طالبان توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شده فقط یک شرط از پیش شرط هایشان مانده بود اگر که پلان یا نقشه راهی که ویانا جور میکنه ای واقعا تطبیق نشه و سازمان ملل اهمیت نداره آیا در غیر از این صورت شما کدام گزینه پلان ب هم دارین یا خیر؟ در گذشته وقتی که ما در نشست های ویانا اشتراک میکردیم بیشتر و زیادتر تاکید بر این بود که رای حل سیاسی مذاکرات و نشست های بین الافغانی همان کسایی که در گذشته فقط تاکید بر همین می کردن در این نشست ما دیدیم چون بعد از این انتظار سه سال از طرف طالبا هیچ کدام دروازه مذاکرات باز نشده هیچ کدام سیگنال به خاطر مذاکرات داده نشده و یک گروه مستبد و ظالم و جنایتکار که فقط خودخوا و خود, خود طلب و جاطلب طلب هستند برای دیگر ملت افغانستان برای اینا هیچ کدام ارزشی نداره بعد از سی سال انتظار بالاخره کسایی که در گذشته بارها تاکید بر مذاکرات و نشست های بین الافغانی داشتن اونا هم این بار با وجودی که باز هم تکرار داشتن بالای نشست های بین الافغانی مذاکرات بین الافغانی این بار اونا هم پیشنهاد آخری که او مبارزه مسلحانه است اونا هم این پیشنهاد را کردن پس اگر چون این نشست ها طالبان نادیده بگیرن و اونا فقط امی با, با سازمان ملل یک یک وارد یک 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 معامله بشوند که همه میدانیم که سازمان ملل چیز نیست که در شعار است یعنی سازمان ملل مستقل و خود مختار نیست بلکه به یک نحوه ماموریت امریکا را پیش میبرد که به خاطر سازمان ملل اعتبار خود را احترام و شایستگی خود را در بین مردم افغانستان و بالخصوص در بین زنان افغانستان از دست داده سازمان ملل برای ای که طالب را زیر 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 امر و سایه امریکا نگاه داشته باشه طالب را به یک نحوی میخوایم که وارد تعامل با طالب شود تا طالب را از چین و روس دور نگاه, بدار داره، نگاه کنه و سازمان ملل کوشش میکنه که به یک نحوی به طالب به امر امریکا یک کردیت بیشتر و زیادتر بته سازمان ملل او اعتبار نداره و او احترام و شایستگی هم نداره پس اگر سازمان ملل تمام ملت افغانستان را ناد، نادیده بگیره اینا به جای نمی رسه. شما ببینید اگر طالبان به رسمیت هم شناخته شوه به رسمیت خمیل بسیاری کشورها شناخته میشه مگر ملتش تبا و تحت فقر و غربت زندگی میکنه ما به جای نمیرسیم ما برای به بر رسمیت شناختن یک نظام و یک حکومت در داخل افغانستان اول باید مشروعیتی داخلی داشته باشیم که تمام ملت افغانستان افغانستان صادقانه برایتان میگم تمام ملت افغانستان برادرانه پالو با پالو برای افغانستان خدمت بکنه و هیچ کس احساس بیشتر و کمتر نکنه مساویانه تا جایی که در وطن ما تا وقتی که در وطن ما عدالت اجتماعی نباشه و, و مشروعیت داخلی نباشه ما به هیچ جایی نمیرسیم و بالاخره باز هم خدای نخواسته ما به یک جنگ میریم و باز مسئولیت این جنگ به دوش طالبان می باشا. صحیح است صحبت های شما ولی شما دیدین طالبان را که با یک آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره و خیلی ها صدای از این زفالوم شدن ولی هست شد نمایندگان واقعی مردم واقعا حضور نداشتن و یک نشست بسیار نمادین را بعد از نشست دو سازمان ملل گذاشت مسئله زنان نیمه از جمعیت افغانستان هست در این مورد نشست دوها یا کسانی که میخواین در این مورد کار بکنن مخالفین طالبان چه گفتنی دارن چطور میتونن این ای وضعیت را تحمل بکنن و به گوش دنیا برسانند آیا فقط با تحریم نشست ها میشه کاری انجام داد یا نه بحث در اینجا هستم اصلا قابل تحمل نیست ما که در افغانستان وقت زن میگیم نصف جامعه است یک چیز که ما میخواییم صادقانه بگویم و تمام ملت افغانستان بشنون ما همیشه میگوییم امروز شما مثلا آلمان را ببینین امریکا کشورهای غربی را ببینین در هر کشوری که زن کار میکنه در هر کشوری که زن حقوق داره او کشورها بسیار پیشرفته است چون زن بسیار صادقانه کار میکنه ما یک مثال کوچک و ساده و آمیانه میدم براتان شما برین مثلا در یک خانه زن هست و در یک خانه دیگه ببینید تنها یک مرد زندگی میکنه شما از دمی داخل خانه که میرین براتان معلوم میشه که در این خانه جور کدن ای خانه تزئین ای خانه سلیقه ای خانه و او خانه که دا او تنها یک مرد زندگی میکنه قسمی که یک زن یک خانه را جور کرده میتونه کشور هم جور کرده میتونه انشاءالله دنیا را هم جور کرده میتونه و بعد از که آدم علیه السلام تولد شد و بی بی هوا تولد شد نسل تشکیل داده شد دنیای که امروز آباد است و جور است و خونمو بعد است و از, 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 از آمدن بی بی هوا رضی الله عنها است پس ما بزن نه تنها به زبان بگوییم که احترام داریم صادقانه ایمانن و وجدانن برایشان اجازه بتیم که درس بخوانن پیشرفت بکنن و وطن ما جور کردن وطن ما آبادی و پیشرفت وطن ما فقط مسئولیت مردان نیست بلکه بالای مرد و زن ما فرض است قسمی که یک زن و شوهر خانواده تشکیل می و خانه خود جور می کنه تو تمام زنان افغانستان و تمام مردان افغانستان شانه به شانه به خاطر نجات افغانستان پیشرفت افغانستان به خاطر ارتقای افغانستان با شانه باشانه شانه کار کنن و در هر شعبه که زن باشه شما ببینید زن به زودی یعنی به رشوت به فساد به قتل به چیزا دل نمیگیره و مردها د ای چیزا چون دلشان نسبت به زنا زنا عاطفه داره ترحم داره مهربانی داره اخلاصشان صداقتشان دلسوزیشان ترحمشان بیشتر و زیادتر است اونا دلسوزانه کار میکنه و به مرد طبقه شما ببینید جایی که فساد است بیشتر و زیادتر مردها د دا او داخل هستند رشوت فساد اداری قتل ببینین مردها هستن که در رأس هستن اینا با پس به ما به مردها میگیم بیاین که از دیکتاتوری و استبداد و از خودخواهی شما تیر شوین چانس بتین به زنها که زنها ای وطن ما شما را جور کنه و جور کرده می بدون شک اونا می توانن و حقشان مساوی است و این حقوق را خداوند داده و خداوند که در قرآن میفرمایه و اذ قال رب للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه خلیفه روی زمین در در خلیفه ال الله در روی زمین تنها مرد نیست تمام انسانیت خلیفه سفیر الله نماینده الله و خلیفه الله در 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 روی زمین هستند در قرآن از شما ببینید تمام حقوق مساوی است الله عزوجل وقتی که <applause> اقراء میگه برای مرد و زن است وقتی که الله عزوجل و جل حق حق میراث میته برای مرد و زن برای همه داده پس در <applause> قرآن از وقتی شما ببینید وقتی که الله میفهم یا ایها آمنو تمام مرد و زن مؤمن مسلمان است وقتی که الله در قرآن می یا ایها الناس تمام مرد و زن, زن در پیش الله عز و جل تفکیک نداره و ای که امروز کسایی که تفکیک میدن جهل است نادانی است و نافهمی است به امید روز به امید روزی که همی کسایی که امروز بازن با اخلاص و صداقت زن با تعلیم و با کار زن اینا عداوت دارن روزی بین که کلیشان واسه شوا فکرشان کار بکنن و اجازه بدن که خوهرهای ما وطن را جور بکنن برخورد طالبان را شما دیدن با اقوام غیر پشتون در این سه سالی که حتی اقل وجود دارن هزارها ها تاجیک ها ازبک ها خسیک ها که کلان افغانستان بطر کردن نه و غیر انسانی تر برخورد میکنن حالا شاید به دلایل نژادی هسته شاید به دلایل مذهبی هسته تحلیل شما چی هست در این مورد آیا اگر حکومت طالبان که ادعا داره یک حکومت همشمول در افغانستان هست و از ترکیب جمعیت ها ما یه چیز رو نمیبینیم طبقه آماری که بیرون داده شد و بسیار یک فیصد بسیار کم از بقیه اقوام داریم تحلیل شما واقعا در این زمینه چه هست آیا واقعا مناسب میدونید تبعیض در افغانستان تبعیض بیزی مذهبی تبیزای قومی تز... ت... ت... تعصبای سمتی ای در افغانستان در گذشتم بوده و حال هم است ولیکن الحمدلله نسبت به گذشته امروز جوانای ما خیلی اونا فعال استن صاحب دانش و علم و فهم استن مثلا ما خودم میگم ما افغانستانی که در او همراه ما هزاره، اوزبک، بلوچ، پشایی، ایماق، نورستانی، تاجک نباشه او افغانستان بستان نیست او یک بیابان است یک دشت است یک گل گلستان نیست افغانستان این فرزندان افغانستان است این گلهای های افغانستان است این ای تزئین افغانستان است ما افغانستان می که تمام اقوام افغانستان در اونجا هیچ کس احساس ازیده نکنه که کی زیاد است کی کم است کی حق زیاد داره کی کم داره نه بلکه هر کس بگه که ما اولاد اینمی مادر افغانستان هستیم با مادر هیچ اولاد فرق نمی کنه. شاید سن سال یکی زیاد باشه یکی کم باشه یکی چاق باشه یکی لاغر باشه یکی سیاه باشه یکی سفید باشه مگر با مادر با مادر کل اولاد اولاد است و با اولادم با تمام اولاد مادر محترم است با تمام اقوام افغانستان افغانستان محترم است طبیعی است در اینجا اگر شما در اینجا فقط نام اقوام هزاره و دیگه اقوام را شما گرفتین بیشتر و زیادتر در افغانستان قربانی ما پشتونا دادید بیشتر و زیادتر ما قربانی شدیم شما بیاین در سه سال اخیر فقط قوم اچکزی را شما یک محاسبه بگیرین که در این سه سال طالبان از اونا چقدر قربانی گرفته بعد از او تمام اقوام افغانستان قربانی را جمع بکنیم به نصف قربانی قوم اچکزی نمیرسد پس در افغانستان طالب را نسبت قومی نتیم طالب یک گروه است طالب یک گروه هست یا بیست هزاری یا پینجا هزار نفری ما در اگر ما بگویم تمام افغانستان را میشناسم مبالغه شوه اگر نصف بگویم یا بیست فیصد ده فیصد بگویم ولیکن فامیلای ما قوم و خیش و اقارب نزدیک ما اگر صد فامیل باشه در 100 فامیل اگر یک فامیل طالب باشه نوادنوش از طالب نفرت داره نوادنو فامیلای خود ما که نزدیک ماست هم زبان ماست از فامیل خود ماست هم از طالب نفرت داره یگاه ما پیش خود مواسیه میکنیم که آیا بین پشتونا محبوبیت طالب بیشتر و زیادتر است کسایی را که ما میشناسم ما از کسی نشونیم گفته ولی قاری صاحب خفه نشی نمی نمی حقیقت است طالب خوبی طالب برای گفته باشن نه همه نفرت دارن حتی امروز ما در جلال آباد یک جای صحبت میکردم امروز سو میگم گفت چیزی که شما در میدیا میشنوین یکی از دوستای ما از لندن رفته در اونجا یک ماه میشه گفت چیزی که شما در میدیا میشنوین صد برابر بیشتر از او وحشت از ظلم است نفهمی است یک طالب در یک قریه سر به خود اونمو هم سارنوال است هم اسکر است هم پلیس است شما برین در مناطق پشتون میشین که طالبات چقدر ظلم میکنه ولی که اونا بیچاره صدای خود بلند نمیکنن نمیتونن صدای خود بلند کنه اگر بلند کنه ظلم طالبان نسبت به فامیلشان ده برابر بیشتر و زیادتر میشه شما فکر کنید که یک کسی به ما تماس میگیره که برادر ما طالبان کشته و جنازیش نمیال ده خانه افتیده است اینی عکسش اینی ویدوش مون تا نام ما را نگیری یعنی جنازه برادرش به خاک نسپرده و آنقدر از وحشت طالبان میترسن که میگن نام ما را نگیری پس تمام اقوام افغانستان متضرر هستند و در بین طالبان انسان های هستند که پشتو صحبت میکنه و تعصب قومی میکنه پس ما اونمو نفر را مجرم یا اونمو را عاصی یا باقی فکر میکنیم او نظر تمام اقوام افغانستان نیست تمام قوم پشتون نیست ما به تمام اقوام افغانستان احترام داریم مثلا شما ببینید چند نفر میره پشتو صحبت میکنه و در احاطه یا در قبر احمد شاه مسعود ده اونجا اینا اتن میزنن پشتو صحبت میکنن ملامتیش سر من پشتون میه ولیکن من از چنین اعمال زشت و ناشایسته ما نفرت داریم چرا مثلا اگر ما در قوم هزاره یک رهبر هزاره را اگر دوست نداشته باشم به خاطر قام شریف هزاره در برابر اونمو نفر ما سکوت میکنم ما در برابر چیز از خاطر نمیگیم که چرا می از خود خفک کنم چرا ما پنشیری از خود خفه کنم چرا ما ازبک از خود خفه کنم مصلحت و حکمت ایجاب می کنه که فعلا ما باید بین خود اتفاق و اتحاد داشته باشیم اما کسی که ما اصلا دوستش ندارم ولی که ما همراهش در نشست ها یا در مسکو یا تاجکستان یا در ویانا یا بعد از دیگه جلسات که میشه یا روز ما در فرانکفورت یک کنفرانس داشتیم ما با اونا میشینیم چرا میشینیم امروز ما ضرورت دارم به خاطر اتفاق و اتحاد باز هر وقتی که انشاءالله یک نظام عادلانه آمد اگر این شخص بد باشه باز محکمه میفهمه سارنوالی میفهمه نه سارنوال هستم نه قاضی محکمه هستم که من ایره محکوم بکنم پس کسی که در اونجا میره توهین میکنه تحقیر میکنه فقط چند انسانهای جاهل نادان بی علم متعصب فاشست و انسانهای ناروا است میگه ما تمام اقوام افغانستان با همدیگر برادر هستیم با همدیگر احترام داریم به بزرگای همدیگر ما مصلحتا و حکمتا ما احترام داریم اگر ما یک رهبر یک بزرگ را دوست ندارم فعلا در بار شما از خاطر سکوت کردیم که من اصلا وال هستم نه قاضی هستم و بدیش از خاطر نمیگم که شما و احمد و محمود و قاسم و باسط و دوستا و هموطنان ما خفه میشه چرا ما اونا را خفه کنم وقتی که ما به دیگر مل. مذاهب یهودیت و عیسایت و به مذهب هندو قرآن بر ما اجازه نمیته ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله شما دشنام نتین به او کسایی که بجز الله دیگه خدایان را اونا مخلوق را به خدایی گرفته اونا پرستش میکنه که اونا ناگاهانه به الله به با 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 خالق حقیقی شما اونا دشنام نتا وقتی که ما را اجازه چوئی تو نمیتا با چطو یک قومی که م... م... کاملا مسلمان هستن متدین هستن برادر و خواهرم هستن صاحبان اصل این سرزمین هستن با ما چرا با اونا توحین بکنم چرا تحقیر بکنم هر کسی که میکنه جهل است کاش که اونا هم امروز می بودن پالو در پالوی ما کار میکدن وقتی که وقت عبادت میشه او به عبادتگاه خود بره ما به خود میره چی فرق میکنه انسان هستیم لکم دین و دین ما ایتو یک افغانستان را میخوایم که برای همه باشه گله و گزاره و تمام چیزا رو ما باید از دل خود دور کنیم درست در بین ما ناراحتی است وقتی که مثلا میبینیم ما هم یاری دیگه اقوام افغانستان را خانه هایشان مانده باغ هایشان مانده زندگی شان مانده از مرده و زنده دور هستند از ما گله من هستند که پشتون ما نیستم ما میخوایم که ما 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 می که 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 در هر خوشی و در هر غم هموطن خود باید برسم همه ایشان را باید در آغوش بگیریم و از همه ما بگیم اگر کدام پوینت باشه نقطه باشه که واقعا در اون ملامت باشه ازش معذرت بخوایم اگر سوی تفاهم شده باشه که بالا از اون ما حرف بزنیم بگیم چون این نیست من نسبت به پشتون بیشتر و زیاتر به دیگه اقوام میشینم و با ایشان گپ میزنم سخن میزنم که این خو قوم خودم هسته خیر اگر امروز از ما خفام شما را ملامت میکنن که چرا با این مردما میشینی پس تا بارازیش میکنم باز اونایی که مثلا احساس بیگانگی میکنه به اونا ما ثابت بکنم که چیزی که در فکر تان میگه اون نیست اون نیست ما برادرتان هستم خیر است که ما پشتون هستم ما خودم انتخاب نکردیم که ما را خدا پشتون پیدا کنه خداوند اش انتخاب کرده باور کنین که ما در در جنازه میرم حتی در جنازه اه 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 هر مذهبی که باشه وقتی که ما در اینجا میریم مراسم امو 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 کسی ام م... ام... أ... که فوت کرده باشه اگر از برادرای سیک اهل هنود ما باشه ما میریم درست با اون طریقه که اونا عبادت میکنه ما عبادت نمیکنیم مگم به صفت یک ای انسان برش احترام میکنیم در ما ب... در دا... عبادتگاهشان میریم وقتی که میریم به مو قسمی که اونا دا عبادتگاهشان داخل میشه به مو احترام به عبادتگاهشان ما داخل میشیم که دونا برادرای ما هستن و خواهرای ما هستن به ایمانا که هر کسی که اهل قلم باشه هر کسی که اهل قلم باشه و لیاقت را داشته باشه که به وطن خدمت کده میتونه بسم الله الله اکبر حقش است و ما باید از پشتوانی بکنیم نمیشه که یک ملای مسجد که او باید آزان بده امروز بیا دیپلوماسی را بگیره یک ملای مسجد که او باید آزان بده امروز بیا تیلی کمیونیکیشن را بگیره انفورمیشن این تکنولوژی را بگیره یک ملای که باید آزان بته تا امروز او بیای اقتصاد وطن را خب یک ملای اقتصاد چی می که ما برنامه اقتصادی با کشور بزرگ و کلان چین امریکا اروپا چجوری دارد سرقم داشته باشیم شما نمیتونین یک جلغوزی امی سه ساله که مثلا اینا با چین روابط داره اینا نتانستن یک جلغوزی افغانستان رو به چین صادر کنه اگر به طریقه درست صادر بکنه چین اقدر نفوس داره یک هزار و چارصد و بیست میلیون نفوس داره یک یک دانه جلغوزه به یک چینایی نمیرسه همچنان ما شما در افغانستان کشور ما یک بزرگ و کلان نیست میوه های طبیعی و مو نتور میگه یا ارگانیک میگه ما داریم که در تمام دنیا نیست شما نتونستید که با یک چیز روابط تان جور کنین با مو روسیه که بارها براتان دروغ مثلا یک چی میتن توقع کازبانه براتان میتن شما با روسیه دمی سال چی ما کردین یا با پاکستان و با ایران چی ما کردین خیرش به ملت ما چی هسته خیرش به ملت ما چی از خاطر که اینا اهل نیستن اینا در سه سال نتونستن به یک کشور قناعت بتا که اینا را به رسمیت چرا اهل نیستن نمیفهمن وقتی که یک نا. کس دیپلماسی را نفهمه او چطور میشه با یک دیپلمات گپ بزنه بله یک دکان که شما در اینجا میگیرین و یک هزار یورو ماهانه کراش باشه میگه چی کار میکنی مثلا شما برش میگین در این دکان ما میگن یک تلفن فروشی جور میکنه موبایل آیفون سامسونگ اکسیومی برد میگه بیار بزنس پلانتا بزنس پلان تا بر شما جور میکنی باز او میبینه که واقعا تو بزنسمن هستی یا نیستی وقتی که در اروپا با تو یک دکان یک هزار دلاری یک هزار یورویی ماهانه کرایه کسب برات نمیته باز یک کشور کشور تو را به چطور بشناسه چطو که تو دیپلماسی نداشته باشی وقتی که تو نصف جامعه افغانستان را نادی استی تو خود مادر کوش هستی تو خود زن کوش هستی تو خود دختر کوش هستی تو خود پاهر کوش استی. باز چه تو کشورهای دیگه تو را به رسمیت بشناسه وقتی که تو به مادرت احترام نداشته باشی به خانمت احترام نداشته باشی به با دخترت و به خواهرت احترام نداشته باشی باز یک کشور دیگه چه تو که تو دیپلماسی خود را پیش ببره وقتی که تو تحصیلات عالی را مانی میشی وقتی که تو با علم و قلم دشمنی داری در حالی که نظام اون نظام است که ما چه تو میتونیم از کشورهای مثلا چین، امریکا، روسیه، هندوستان تمام کشورهای اروپایی چطور به اینا ما یک دیپلمات ما یک سفیر ما یک کنسول ما برشان قناعت داده میتونه که با ما احسان بکنین لطف بکنین مهربانی بکنین ماهانه به ما صد پنج صد هزار سکالرشپ بتین تا جوانای ما به اینجا بیاین از علم شما از این پیشرفت شما یاد بگیرن و پس برن حتی ما چطور میشه که مامورین شاروالی خود این اینجا روان کنیم که اینجا پرکتیکوم بکنن سه ماه شش ماه از اینا یاد بگیرن ببینن و باز بیند یک کشور متضرر شده چلو پنج سال در جنگ های شوروی در جنگ های انگلیس در جنگ های ناتو و امریکا این کشور را پس اینا به پیشرفت ببرن ما باید ایره کی میکنه ایره دیپلمات ها میکنه پس یک کس یک ملای که بیچاره ببینی یک پاچش در زانوست دیگه پاچش هم که ببینه در بجله که پایش است و میای که یک دیپلمات میشینه که, 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 که او در دیپلماسی پیجری داره و این بیچاره کل عمر حتی ملام نیست مولویام نیست اما قرآن است این نمیفهمد امی است که وطن اقل. ما طرف بدبختی رفت و ملت ما بدبخت است تشکر از شما روی نظام گپ زدیم ما نظام های زیادی رو در افغانستان تجربه کردیم سلطنتی بود آمد خب لود شد به شد رفت کمونیست آمد به همین صورت لود شد به شد مجاهدین آمدن به همین صورت و بعد از او دولت دموکراسی آمد و جمهوریت آمد که غرق در فساد شد و الان باز طالب آمد اگر نسخه بدیلی قرار هست برای سازمان ملل متحد داده شود شما چه نظامی را پیشنهاد میکنین؟ چون یک تعداد میگن افغانستان به بحران رسیده باید تجزیه شود یک تعداد میگن باید فدرالیسم بهترین نسخه هست یک تعداد دیگه میگن لیبرالیسم بهترین آم آم نسخه هست و سکولاریسم در کنارش به نظر شما کدام نظام میتونه واقعا جوابگو باشه که ما حداقل از این بحران ها یک درس عبرت بگیریم و بتانیم به طرف یک یک پارچه شدن و خوب شدن افغانستان بریم ببینید خانم نوری به نظر ما جمهوریت فاسد نبود یک موتر شما میشینین صفر کیلومتر براتان میته تمام امکانات داره وقتی که راننده نباشی دریور نباشی و او را میگین از کو پایین بندازی نواقص از موتر بود یا از موتروان بود جمهوریت چیزی است که به تمام حقوق مساویانه میته و به تمام ای اطمینان را میتا که بله ده ای کشور بلوچ جمهور رئیس و رهبر شده میتانه ده ای کشور پشایی ایماق نورستانی رهبر شده, شده میتانه و ولکه در جمهوریت ما کسای کی در رښت بودن فاسد بودن اونا فقط در 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 فکر جیب شون بودن اونا در فکر تاریخ نه بود ک دا تاریخ نومه خود را زندنه نه به دارن اونا در فکر افغانستان و ملت افغانستان نه بودن و مسؤلتي به تمام کسای میشه ک د 20 سال گذشته وزیر بوده والی بوده قومندان بوده وکیل بوده سناتور بوده و صداشته جای جای میګرفت او اينو صدا بلنه نه کړن چرته در پارلمان يک وکیل بلای دیگه انتقاد نمیتونې چون کله اونا مفسد بودن اگر بلای وو یک انتقاد میکد وو بلایش 99 جال او تصویر او دروغ او اختلاس او اختطاف او چیزاشه براله میکد به تمام روی میدیا برشان میاورد پس اپ از بالا خت بود ما یک چیز د بین مردمو حکمی بنم امروز برخي اوره کې خداز دلیل کړ د سیاست مدارا را ما خو الحمدلله گردن بلند در سر سرک هم میگردیم در بازار هم میگردیم با, با, با دوستا هم روابط داریم با مسجد هم میریم هر جای میریم ولیکن اونا آمده نمیتونه مردم بی ادبی ما معذرت میخواهیم ما و وطنکی گپ میزنیم تشریفاتی نی. اگر مردم ببینه برایشان تف میکنه شاید کتی 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 چپلق و کتی بود به بزنه چرا خیانت کردن اگر جمهوریت را به مو تعریف که داره واقعا نگه می داشتن، امروز نه شما مسافر بودین نه ما مسافر میدیم نه هیچ کدام هم دیگه ما مسافر میبود بهترین وطن ما شما دارین امروز در ما در تمام روی زمین به سرنوشت است از دست اینمیا میاییم سر نظام بله بعضی ها پیشنهاد نظام های دیگر ها میکنن افغانستان تجزیه ناپذیر است اصلا هیچ امکان نداره شما اگر وقت گپ از تجزیه افغانستان شوه اخوام افغانستان میایم مثلا تاجک پشتون هزاره بیاین دا وردک وردک شما چه رقم تجزیه میکنین بیاین مثلا در 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 گردیز گردیز شما چه رقم تجزیه میکنین در جلال آباد جلال آباد شما چه رقم تجزیه میکنین یا میریم در بلخ بلخ شما چه رقم تجزیه میکنین تمام ولایت افغانستان اینو با هم شده ما در خانه های ما ما در خانه های ما فارسی و پشتو هستیم یک طرف روی خود داو زبان ما پشتو میشه ناگاهانه اتومات خودش یعنی نیت ما نمی باشه دیگه طرف که روی ما دور میخوره فارسی ما خانمهای برادرم فارسی زبان هستن ما با فارسی زبان خواهرم امی تقریبا یک ماه پیش عروسی خواهرم بود با فارسی زبان ما اونا را داده بودیم پس تمام ملت افغانستان چونین است تجزی افغانستان یک جنون است خیال است و یا کسای که پروژه گرفتن پیسه گرفتن باید به با بادارشان نشان بده که این ما صدا بلند کردم صدای تجزی افغانستانه ای،, ای, اصلا غیر قابل پذیر در افغانستان میایم سر نظام های دیگه اگر ما بگیم امی بعضی از سیاسون ما به بلوغ سیاسی اینا نرسیدن سعیس دریشی بسار لکس میزنن نکتایی بسار لکس میزنن کلین شیوینگ بسار خوب لکس دارن در, در روی چی نظر به من ملای که ساده میاییم یعنی پشت سرم بگراوند او بسار بگراوند خوب پشت سر جور میکنه مگم در حقیقت جاسوس هستن خصوصا در این سه سال آخر به ما بیشتر و زیادتر اینا ثابت شدن که با کیها کار میکنه؟ ما وقت میکنم برخی از سیاسون ما انقدر ذلیل هستند و بی‌حیا هستند که خودشان به سفارت ها میره که آیا به جاسوسی خود پیش میکنه که قبولش میکنه یا نمیکنه به این حد آدم ذلیل نمیشه که اینا ذلیل شدن و اونا در بین مردم ما جای هم ندارن اگر کسایی هستن در اینجا در افغانستان ببینین نوری خوهر ما یک چیز داریم به نام مصلحت یا حکمت مسلحت و حکمت ایجاب نمیکنه که فعلا ما نظام هایی را با مردم ما پیشنهاد بکنیم که اونا حساسیت دارن مثلا اگر شما میاند افغانستان سیکولاریزم را پیشنهاد میکنین انوز مردم ما تعریف سیکولاریزم را نمیفهمه او فورا فکر میکنه والا شما خیلی کافر هستین این خدای نخواسته او نمیفهمه او فکر میکنه سیکولاریزم یعنی کفر او فکر میکنه لبرالیزم یعنی کفر او را چی میگو فقط به افغانستان از چی استفاده میشه از اسلام اول ما باید به با اونجا برسیم که مردم ما سیکولاریزم لیبرالیزم یا مثلا در, در, در افغانستان جمهوریت را یا در افغانستان فدرالیزم این چیزها را بفهمه باز این کار ما نیست که, که, مردم بیشینه از, 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 از،, از ویانا یا از فرانفورت یا از ناروی از جای اه اه به مردم نظام جور میکنه و نظام این صلاحیت ملل متحد هم نیست که برای ما جور کنه نه از امریکا ای از ملت افغانستان است اگر شما افغانستان را میان پیشنهاد کنه فدرالیزم شما بلخ را که فدرالیزم کردین گارانتی به مردم بلخ داده میتونین که در اوج بین جنرال دوستان چون همدرد همدر محمد نور و استاد محقق بین این چهار گروه این بلخ به کجا میرسه کسی گارانتی داده میتونه که اینا بین خود متفق شده میتونن اگر پیشنهاد بکنین که هر کس ملت رای داد این گارانتی است که در افغانستان رای واقعا رای سفید است رای پاک است اینمی امیر رهبرا و کلانا این خانه خانیشان کمیسون انتخابات نیست خانیشان خخ... مرکز رای دهی نیست اینا به خانه هایشان در مرکز رای دهی اگر یک صندوق بود اینا در خانه هایشن هزار هزار صندوقه برده بودند. هر وقتی که ما به اوج رسیدیم به اوج رسیدیم و فدرالیسم خو در هر جای کامیاب هم نیستم این در پاکستان شما ببینید شما برای خیبر پختونخوا را ببینید تبا و برباد بلوچستان را ببینید تبا و برباد سند ببینید سندیا تبا و برباد پاکستان را ببینید اونها روز خوب ندارم ما چی میگم من میگم بیاین اول پیر ما در یک حالت هستیم که کل ما کشتی ما در حالت غرق شدن است این کشتی را ما اول به ساحل برسانیم وقتی که به ساحل رسیدیم در داخل وطن ما ششتیم بعد از او ما پارلمان می داشته باشیم سنا می داشته باشیم نه پارلمان جمهوریت یک پارلمانی که واقعا هر وکیل ما برای افغانستان و برای ملت افغانستان اونا بیندیشن نه برای قام بعد از او ببینیم که آیا یک نظام اگر ما تغییر میتیم صندوق ببانیم رای بتیم اگر مردم رای داد خو میگن و جمهوریت و دموکراسی خو اگر پنجاه جمع یک مردم رای داد که بیادر وطن ما جمهوریت باشه جمهوریت می باشه اگر یک نظام دیگر خوش کردن خب بیاین احترام بگذاریم برای مردم و ای صلاحیت ما با مردم خود بتیم بیشینیم تابکه که برای ما امریکا یا ملل متحد یا در اول پندی پاکستان یا در یک کشور دیگه برای ما یک نظام برای ما تحمیل شود و فقط پنج سال شش سال ده سال او بقا پیدا کند بعد از ده سال هر دفعه مکمل اردوي ما نظام ما قانون ما همه چیز از بین بره ما میگم <applause> ملت احترام بگذارین یگانه رای حالی افغانستان رجوع به ملت افغانستان و ذهنیت سازی ملت افغانستان واقعا به مردم افغانستان خدمت کردن است در غیر از وی وطن ما تن سال ما و خودت خانم رونی نوری دمی وطنی تبا و برباد ما پیدا شدیم بزرگ شدیم کلان شدیم و امت میرم امت خدای نخواسته نسل نسل ما تبا و برباد می پس اول باید به اون ظرفیت رسیده شد و همه پرسی انجام شود و بعد از اون روی نظام صحبت شد. به عنوان آخرین سوال از شما پرسان میکنم هرچند وقت مصاحبه هم خلاص شده رو با پایان هسته ای که کوتاه عرض بکنیم همین امروز یک خبری آمد در جلال بین داعش و طالب بر حال خیلی ها مفسرین میگن طالب و داعش دو رو یک سکه هستن که یکی بیرق سیاه و یکی بیرق سفید دارد برخی ها میگن که نه اینها مخالف هستن در ایدولوژی و خیلی از مسائل دیگه و تنش ها واقعا وجود داره و کشورهای منطقه باج میده به طالب به خاطر که غیر مستقیم بتون از اونها استفاده بکنه به در مقابل داعش تحلیل شما چی هست؟ آیا یک بازی سیاسی و نظامی هست برای بقای طالب یا نه واقعا داشت و با او حدی حد که مگن روش پیدا کرده و به او حدی که مگن واقعا یک منبع تحدید هست در داخل, 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 داخل. به نظر ما البته دوستا خفنه شوان خیلی از دوستای ما که در چل سال گذشته در برابر اتحاد شوروی جنگ کردن و به او جهاد گفتن ما ایتو میگم چل تایم سال افغانستان ما ملت خود را خلقی پرچمی گفته کشتن اسکر خود را اردوی خود را خلقی و پرچمی گفته کشتند درست است از طرف اونها هم اشتباهات بسیار زیاد شد در برابر ملت خود قرار گرفتند بالای هر کسی که یک کسی میامد آمد اتهام بسته می کرد که مجاهد است می برد و پلیگون بود و زندان بود از هر طرف از هر طرف ظلم و ناروا شد تا که ملت و دولت با هم نزدیک نشوند و مشراب و منبر با هم نزدیک نشوند و در بین ملت و حکومت می پرده از بین نره هیچ وقت وطن پیش نمیره نظر ما ای است که 45 سال از مجاهد گرفته تا طالب القاعده داعش کلشان از یک چشمه آب می نوشه در 45 سال گذشته هیچ جهاد نبوده ما خس و خاشاک بودیم که ما سوختیم جنگ اوکراین را امروز ببینین بین کیها هستند نه اوکراین کشور اسلامی است نه 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 امریکا نه روسیه ولیکن خی جنگ از چی است که در وقت به ما شعار میدن میگفتن جنگ جنگ اسلام است در افغانستان که میگفتن اینجا خیلی چی است اینمی جنگ که امروز در اوکراین است اینمی جنگ هو به هو در افغانستان بود و ما مثل خاشاق استفاده شدیم جنگ شرق و غرب جهاد مهاد نبود ملت ما تبا برباد شد جهادی که سمره نداشته باشه جهاد نیست فساد است تباهی ملت است تباهی ملت اینا جهاد گفتن ویران کردن سرک و پانتون و شفاخانه و وزارت و ریاست و اینا رو اینا جهاد میگفتن او مجاهد و ای طالب و او القاعده و ای داعش کلش یک چیز هستند او مجاهدی مجاهده که طالب شد شما ببینید طالبار را کلان های شمیر خان متقی را شما شابودین دلاور شما ببینید مولا برادر را ببینید ربانیش که فوت کرد او را ببینید مولا عمر از کدام گروه بود از کدام تنظیم بود یک تنظیم بود یا نبود مجاهد خودم می گفت دیگر رو طالب شد اینمو تو در بین طالب کسای هستن که در قدرت هستن مثلا دین روز یا امروز شهابودین دلاور را وزار است پس کردن و بجایش یک کس دیگر را آورد اینمی شهابودین دلاور او می گیرد مثل که در جمهوریت هر وزیری که وزیر بود باز کارزای و شفغنی جلالت ما بود باز وقتی که او دور می شد مثل نبیل با شروع میکرد کرد با افشاگری رازها ولی که در او وقت باز او جلالت ما بود باز او مخالف می شد با سقوط جمهوریت برای اینا ارمان زندگیشان بود و فکر میکنن که با سقوط جمهوریت کلشان خوشبخت میشه امروز در بین طالبان هم کسایی هستند که مثل جنرال مبینش یا حاطف مختار یا دیگاش که طالبا برشان سیگنال نداد در سه سال و یا کسایی که بعد از ای برطرف میشه اونا آستا آستا, آستا, آستا به مری زمان میرن طرف داعش شما ببینین مصاحبه ما شما باید نشانی باشه که روز میشه که اینمی خود طالبا بیرق سفید را تا میکنه و بیرق سیار را بالا میکنه میشن داعش چون این دیجا وزن میبینم و مترازو می میبینه که کدام طرف دلار زیاد است دلار داعش امروز زیاد شده از کجا بارش داده میشه کل گیر میفهمه به خاطر چی داده میشه به خاطر افغانستان خوب بیا اون امن است افغانستان خوب بیاز و این امنیت که فعلا طالبان ادعایش میکنه این یک موقت است که در آمدن کرزی هم سی چار سال در افغانستان به با یادتان باشه که بسیار امنیت بود و تمام قریه و قشلاق هر جای ما می رفتیم طالب نبود امروز یا موقت است ولی شما می بینین که وقتی که ترازوی دلار این طرف زیاد شد کلگی میره داعش میشن و به خاطر چی داعش میشن که این طرف تاجکستان و ازبکستان و روسیه و او طرف ایران و اینا را هم ناامن بکنه و او طرف پشتونستان که هسته امیال ناامن هست فضل الله گفت و ما مصاحبه خود یک سال پیش گفتیم در توییتر نشته هم کردیم یک سال پیش که پشتونخوا سقوط میکنه به دست طالبا این فیصله امریکا است پشتونستان به دست طالبا سقوط میکنه و در هر ورسوالی که اینا سه مدرسه الا ده مدرسه جور میکنه این به چی ماناسته؟ اینجینر ما را فرار دادن طالبا امنیت را گرفت امریکا بردن. شما در یک کشور که زندگی میکنین یک طفل که کلان میشه سنف ده و خلاص میکنه پانتون خلاص میکنه متخصص میشه بالا از اون چقدر خرچ میشه امریکا مفته کل از پیش ما تمام کدرهای علمی ما را بردن و طالبا امنیت گرفته بود امریکا نبردن بلکه طالبا در دوها بالای امریکا فروخته بودن این کدرهای ما را و اوها که در امریکا رفتن در ضرب یک ماه دو ماه سه ماه نهایتش چهار ماه تمام اونا به وظیفه مقرر شدن شاید از شما فامیلاتن قوم خیشتان از ما فامیلای ما دوستای ما که رفتن در اونجا در وظیفه هستن یاره کی کردن کدرهای علمی ما را فروختن و خود طالبا به ما روز به روز در این فابریکاتشان مدرسه مدرسه میگن در ظاهر مدرسه مذهبی دینی کاش مذهبی دینی می بود مذهبی دینی نیست افراطی است مزدوری است جاسوسی است امروز که ما از ده هزار طالب در گرفتیم ملت ما تبا برباد شد دیگر روز اگر ای به پنج میلیون میرسه تمام منطقه را و آسیا را ناامن میکن اینمی طالب داعش میشه و داعش رو به رشد است چون میلیونها نی میلیارد دلار بر نظر گرفته شده که بالای اینمی داعش باید خرد شود کی هست در دنیا شما تریلیون دلار به کسی بتین به جان خود بم بسته نمیکنه اینا مفت کل لذیم میایه با جان خود بم بسته میکنه و میره انفجار میتا آیا این انسانیت است این عقل است این فهم است به خاطر به قسم اینا رو برین واش کرده که آدم حیران میمونه اینمی مراکز برین واش است که در اوجه مغزی میکنه که دیگر روز ببینی در یک 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 یک, یک میدان هوایی در یک ترمینال بوس در یک ترمینال ترین یا در یک تکیه خانه یا در یک مسجد در هر جا اینا انفجار میکنه اینا فقط گروه تروریستی و وحشی هستند و آینده خیلی خطرناک ما میبینیم گزارم از تحلیل شما ما هم بر همی عقیده هستن که هر دوی از این ها از یک آبش پر آب میکنن و گاهی بیرق سیاه و گاهی بیرق سفید را بلند میکنن اگر گفتنی در نهایت داریم با مخاطبین ما و بعد برنامه را فقط گفتنی از تمام افغانستان هر چیزی که در گذشته آبا و, و اجداد و ما کده به او پشت از او پشت نرین پیش برین پیش پیش به قسم رفته میتونیم هر قدر میتونیم در مساجدتان تکیخایتان تکیخانه هایتان در مهمانی خایتان با هم بشینین تمام اقوام با هم دیگر محبت بکنین بغض و کینه و حسد را از تان بیرون بکنین تا شو یک ملت شویم و به خاطر افغانستان ما کار کنیم و هر جایی که در هر جلسه میرین خانم نوری خوار در باز جلسات ما که میرم بزرگای ما کلانای ما را میبینیم در اونجا وقتی که صدا بلند میکنه هر کدامشا میگه قوم ما قوم ما پشتونا قوم ما هزارا قوم ما تاجکا هم قوم نگوین بیاین ببینید تمام ملت افغانستان تبا و برباد است تمام ملت افغانستان از شما خیر میفاید. تمام ملت افغانستان با شما چشم برا هستند که برای این ملت یک نسخه نجات را شما پیدا کنید به خاطر ملت بیاین هم صدا شویم و ان شاء الله خداوند روزی را بیاره که ما در وطن خود بلوچ را ببینم که رئیس جمهور ماسته و ما برایش یک عسكر باشم ما در وطن خود یک نورستانی و بلوچ و پشه‌ای را ببینم که رئیس جمهور ماسته و نه مت یک نورستانی صادق و مخلص صدر اعظمش است نه مت یک نور... خدا کنه که که که, 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 که است تمام قوم شریف بلوچ یک کابینه برای ما جوړ شه که وطن ما آرام شوه نه دیگه قوم قومبازی تفرقه و تعصب و تبیز یک افغانستان باشه که محکمه نظام عادلانه و برای تمام مردم حقوق مساویانه تا که ما شما در کشور عزیز خود ما یک زندگی برادرانه و عادلانه و بهتر و خوبتر و آرام داشته باشیم تشکر سپاسگزاریم از شما قاری صاحب محترم ایسا محمدی از اینکه در برنامه با ما بودین و صحبت های بسیار وزین و خوبی را داشتید از مخاطبین عزیز هم سپاس گذاریم که تا این دم با صبوری برنامه ما رو تقریب کردم انشالله در برنامه های آینده باز با شما خواهد بود سپاس گذاریم تا دیدار دیگر آمید. خدا نگه